خانی در سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی میگه ما باید قانون اساسی تغییر بدیم. حالا میای میری توی اینکه قانون اساسی میخوان چیکار بکنن تغییر بدن. ببینید این ضد کودتاها دارم میگم که حالا من نمیخوام تعریف از خودم بکنم، ولی چون من تمام کانسنتریشنم از 10 سال پیش تو ایرانه، اصلا برای من مهم نیست که نوری علا چی میگه، نمیدونم آقاسی چی میگه، مشیری چی میگه، اینا رو همه من خوب میشناسم، با همه شنم به یه شکلی درگیری داشتم قبلا. میگن که میخوایم انتخاب رئیس جمهور عوض بکنیم، قانون اساسی چیکار بکنیم دیگه انتخابات برای رئیس جمهور نداشته باشیم. احزاب که میرن توی مجلس همونطوری که رئیس مجلس تعیین میشه رئیس جمهور هم عوض بشه، یعنی همونطوری که آقای لاریجانی میشه رئیس مجلس یا آقای نمیدونم فلانی میشه نایب رئیس مجلس، همونطور هم رئیس جمهور عوض بکنیم. چرا؟ چون ولایت فقیه تشخیص داده که با این انتخابات وقتی یارو میاد 20 میلیون 30 میلیون رای میاره یه خورده احساس بزرگبینی در خودش ایجاد میشه و میخواد جلوی رهبر وایسه. اینه که به خاطر که اون قدرت رهبر و قدرت ولایت فقیه باقی بمانه در قانون اساسی، یعنی اون اصل 110 پا بر جا و محکم باشه، بنابراین باید شما یه رئیس جمهوری داشته باشید که هر لحظه میخواستی چیزش بکنی فوراً به 100 تا نمایندت که همه رو خودت انتخاب میکنی بگی آقا این از وزارت بندازید، به طوری که یه دلغکی به نام احمدی نژاد اینطوری قدرت که آقا کسی اینه نمیشناخت، حالا این شهرتشه من نمیخوام برای شما بگم از کجا به دست آورده، یه دفعه میشه رئیس جمهور که میاد جلوی رهبرم وای میشه آقا تو کی بودی؟ تو یه نفر موتور سوار بودی که زدی به این هیئت آمریکایی که بنده خودم اصلا دیدم به چشم خودم، یه نفر شبیه میمون بود، سه نفر بوده اینا با اتوبوس ما حمله کردن. سه هفته بعدش آقای ساداتیان که یه موقع رئیس دفتر رفسنجانی بود به من زنگ زد آقا جمنا را رفیقت میخواد بشه شهردار تهران. متوجه هستی؟ این اینطوری آمد بالا. حالا من این حرف داستان درست، یعنی ما جمهوری اسلامی اول اگر یادتون باشه رهبر بود، رئیس جمهور بود و نخست وزیر بود، یعنی حسین موسوی همین نخست وزیر بود. وقتی رفسنجانی اومد سر کار به عنوان رئیس جمهور دید که اصلا نقشی نداره، یعنی کارهای اجرایی رو نخست وزیر باید انجام بده، رهبرم که اون بالا نشسته، این رئیس جمهور اینجا وسط چه کاره است؟ این اومد گفتش که ما مثل آمریکا رفتار میکنیم، یعنی پست نخست وزیری رو میذاریم کنار، مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور کابینه تشکیل میده که قانون اساسی رو به این شکل تغییر دادن. و همینطور هم که شما گفتید وقتی که این رئیس جمهورا اومدن و 20 میلیون رأی آوردن و اینا فکر کردن که کاری هستن از جمله احمدی نژاد و اینا، الان میخوان مثل اروپا رفتار بکنن، بگن که رئیس جمهور ما نمیخوایم و ما انتخابات مجلس رو تشکیل میدیم و دل مجلس رهبر حزب یا هر کسی که بیشتر آورده بیاد و کارو رو انجام بده. در حقیقت همون زده کوده تو هیچ خدمتان عرض کرد. مشکل اصلی ما همونه که اون بالا نشسته، یعنی اون ولایت فقیه و اون تلفیق دین در دولته که اینو ما میگیم که نباشه. حالا در مورد جمهوری اسلامی یعنی ما الان نشستیم اینجا همه متفق القول هستیم که این حکومت به درد نمیخوره، یعنی اینکه باید بره و میخوایم بگیم که چه چیزی جایگزین این حکومت باشه و چه کار بکنیم که چیزه. آخرین نفری که مثلا صحبت از سرنگونی داد آقای محمد نوریزاده که نمیدونم بشناسید نه، تو وبسایت خودش نوشت که من یعنی یکی از اصلاح طلبان بود، گفت هر راهی که بود رفتم که این حکومت رو اصلاح کنم، نامه نوشتم به رهبر که بابا شما کوتاه بیا، مملکت رو به نابودی نکشون، ولی متاسفانه دیکتاتورها خصوصیتی که دارن عبرت نمیگیرن. آقای خامنه‌ای نمیبینه که بر سر قذافی چه آمد، بر سر صدام حسین چه آمد، بر سر دیگر دیکتاتورها چه آمد، فکر میکنه که این تافته جدا بافته است که تا ابد و در رهبر خواهد موند و بعدش هم پسرش مثلا رهبر ایران خواهد شد. اینه که این راهی نداره جز این حکومت جز سرنگونی. و بحثی که ما داریم اینه که هر کسی که
مخالف این حکومته حداقل در یه چیزی توافق بکنه. اون توافق مهمه.